خب قبل از اینکه بخوایم وارد کالر افکس بشیم چند, چند تا نکته در مورد جیومتری و اتاق جیومتری مونده که من اونها رو توی این قسمت خدمتتون میگم ما در مورد تریکینگ و شیپ صحبت کردیم گفتیم اگر بخوایم یه شکل خودمون درست بکنیم به غیر از این دایر رو مربع میتونیم از طریق اینجا اضافه بکنیم میتونیم نیو رو بزنیم یا میتونیم از اینجا از توی سکندریز بیایم بگیم یوزر شیپ و دقیقا همون کار رو انجام میده بعدا میتونیم اون رو بکشیم وقتی کشیدنمون تموم شد میتونیم اون رو اتچ بکنیم و حالا الاخر یا آخر اگه دوست نداشتیم ریمووش بکنیم به طور مثال اگه همچین شکلی درست کرده بودیم اگه خواستیم کلوزش بکنیم که ببندتش اگر خواستیم این رو توی جای دیگه استفاده بکنیم اون رو سیوش بکنیم و بعدا لودش بکنیم اگه جای دیگه خواستیمش و حالا خیلی چیزهای دیگه این در مورد شیپ های ما بود و اینی که همونطور که گفتم خدمتتون نیو اضافه میکنه ریموو کم حذفش میکنه سیو میتونید سیوش بکنید لود میتونید لودش بکنید از پروژه دیگه از جای دیگه و اتچ به یه سکندری که اینجا شما میبینید میچسبونتش خب خیلی از این مطالب جدید نبود توی قسمت های قبل هم دیده بودین اما پنل اسکن چیه شما گاهی دیدید که توی بعضی از تبلیغات توی یه شات مستر مثلا روی یک ماشینی که وسط صحرا زوم و زوم میکنن این اتفاق معمولا با پنن اسکن انجام میشه توی نرم افزار کالر کرکت مثل حالا کالر همونطور که شما میبینید قاب شما اینجا میتونه از ترکرتون هم تابعیت بکنه و مثلا اینجا آیدی اون ترکری که داشتین رو بزنین اگر شما روی هر کدوم از این گوشه ها کلیک و درگ بکنید میتونید قابتون رو بزرگ و کوچیک بکنید اگر روی خطوط قرمز کلیک و درگ بکنید میتونید قابتون رو بچرخونید اگر هم دوست داشتید میتونید اسپک ریشیو یا همون چیزی که اینجا میبینید رو تغییر بدید اگر از یک کمتر باشه طولش زیاد میشه اگر از یک بیشتر باشه ارزش و یک هم که همون اندازه طبیعی یعنی طول و عرض شما نسبتش نسبت درستیه نسبتی که توی پروژهتون تعیین شده به طور مثال اگه تلویزیونی است عرض 3 مایز 4 4 به 3 است ببخشید اما اگر خواستید این فرم ریسیت بکنید شما ریسیت رو میزنید به حالت اصلیش برمیگرده و حالا قاب اصلیتون رو تشکیل میده یه نکته خیلی خیلی جالبی که وجود داره اما تا قبل از این که این نکته رو بخوام خدمتون بگم این نکته رو بگم خدمتون که اگر شما توی سکندریزتون بخواید یک کاستوم شیپ درست بکنید از اینجا نمیتونید بهش ترکر بدید حتما باید از طریق خود پنجره جیامتری توی خود شیپس و اینجا اون آیدی ترکر رو بهش نسبت بدید همونطور که شما اینجا میبینید یه یوز ترکر داره که اون آیدی رو از اینجا بهش بدین چون بعضی اوقات من دوستان از اینجا میخوان اضافه بکنن و از اینجا آیدی رو تغییر میدن این فقط برای دایره و مربعه و اگر خواستید برای یه شکل خاصی که خودتون کشیدید ترک استفاده بکنید از اینجا باید اضافه بش بکنید من معذرت میخوام که این مقدار مطلب جست و گریخته شد خب برمیگردیم به پن ان اسکن اینجا شما یه فلیپ ایمیج دارید که کاملا عین همون چیزی که نوشته رو انجام میده در عرض و طول تصویرتون رو برمیگردونه و یه نکته خیلی خیلی جالب هست اگر شما دقت کرده باشید زمانی که من داشتم در مورد تنظیمات پروژهتون میگفتم گفتم فرزن ما اینجا الان یه پروژه NTSC داریم 720 در 480 اندازه قاب ماست من میام تو پروژه سیتینگ همونطور که شما میبینید 720 در 400 اجازه بدید من این تصویر رو پاک کنم 720 در 480 و فریم ریت هم, هم بعد عین همین باشه که 25 بود من 29.97 میکنم به محض اینکه من اولین تصویر رو به پروژه اضافه بکنم دیگه فریم ریت من قفل میشه دیگه نمیتونم اون رو تغییر بدم حالا فرزن اگر من یه تصویری مثل این تصویر این گلادیاتور که 1920 در 1080 ده. یعنی خیلی خیلی بزرگتر از اندازه قاب ماست اندازه پروژه ماست به تصویر اضافه بکنم چی؟ اتفاق خیلی جالبی میفته توی جیامتری شما شما یک قاب 720 در 480 اگر NTSC باشه پروژه تون مثل اینجا یا اگر پال باشه یک 720 576 دارید که حالا میتونید اگر خواستید از اندازه خود این استفاده کنید یا اگر دوست داشتید پروژه و تصاویرتون رو که HD هستن تبدیل بکنید به تصاویر پال میتونید از طریق این جیامتری این کار رو انجام بدید این یه نکته خیلی مهمه در مورد جیامتری که اگر شما پروژ به پروژهتون تصویری اضافه بکنید که کوچیکتر یا بزرگتر باشه در واقع جیامتریش این اتفاق براش میفته برای کسانی که از فاینال کات استفاده میکنن و پروژهشون رو به فاینال کات سند میکنن و از فاینال کات به سمت کالر سند میکنن این نکته رو بگم که جیامتری شما اگر به سمت فاینال کات سندش بکنید رندر نخواهد شد و به به شما توی فاناکات اطلاعات موشن میده اطلاعات پوزیشن و اسکیل میده اگر میخواید از جیامتری کالر استفاده کنید بعد اونو همینجا رندر بکنید و ایمپورت کنید دستی توی فاناکات نکته دیگه که شاید بشه گفت یه کلکه و من خودم استفاده میکنم کاریه که علا خدمتتون میاد همونطور که شما اینجا میبینید ما کست خیلی زیادی روی این دیوارها داریم در واقع این دیوارها باید سفید باشن ولی یه مقدار سبز و یه مقدار آبی هن. ترکیب سبز و آبی هن. ما میخوایم دقیقا این رنگ اینجا رو ببینیم و دقیقا اینها رو تبدیل بکنیم به سفید اجازه بدید من اول این گلادیتور رو حذف بکنم برمیگردیم به همین پروژه الان شما این تنوع رنگی ما رو تو این قسمت ببینید به محض اینکه من کوچیک می می رو کوچیک میکنم و میذارمش روی این دیوار شما میبینید که فقط و فقط من تنوع رنگ های رو میبینم که اینجا وجود داره چه توی وکتورسکوپ هم چه توی پرید چه توی لوما حالا من میتونم اینجا بیام توی مثلا پرایمری روم و این رنگ رو خنساش بکنم به طور مثال الان من میبینم که اینا بیشتر میتونن و سبز هست نسبتا میام توی پرید میبینم که من قرمزی هم سبزی هم و آبی هم با هم بالانس نیستن و حالا میام قرمز ها رو یه خورده توی تصویر بیشتر میکنم که این ستا با هم یکی بشن و نسبتا بالانس بشن که رنگ دیوار من رنگ سفید بشه تقریبا البته خب حدودا اینجا این اتفاق افتاد من میتونم برگردم توی جیومتریم ریست بکنم و همونطور که شما دیدید البته یه خورده الان قرمزی هم زیاد شده توی این تصویر من میتونم یه مقداری کمشون بکنم ولی اصولا راه بسیار خوبیه برای اینکه شما یه قسمتی از تصویر رو به صورت جداگانه رنگ هاش رو ببینید و روش کار بکنید چون کالر چیز مثل مسکینگ نداره که به شما بده و بگه مثلا اینجا الان دقیقا چه رنگ های وجود داره یا اینجا دقیقا چه رنگ های وجود داره از جیامتری شما میتونید به این شکل هم استفاده بکنید